2 رقم بگم. با صدایش نمیرم من اگر تون صدادار باشه. آه خوبه. دوستان سلام و صد سلام خدمت شما عزیزای دل، انشالله خوب جور سلامت باشه. قربانتون ببخشید که ما یک دیگه امروز دستکی شده. دیگه خوش باشین، سلامت باشین، دیگه خوش آمدید به برنامه کابل فانز در یک هفته و مردانه. مردانه دیگه امروز دیگه جای کل گیره لالا خسرو پر کرده است. اما تو چهارشنبه و رشته. دیگه خوش آمدی. زنده و سلامت باشین. اولین برنامه سر کابل فانز میشین یعنی. یک سلام به شما و به بیننده های عزیز قربانم. و بسیار خوش هستم که امروز همراه شما هستم. چقدر خوش هستی خسرو صاحب؟ به اندازه. که دستت نشون بدی؟ چقدر دستم؟ بز آه خیلی یک دست تیرم کمی قربانم. خدا یارن یک چک چک برای شما یه نه بتی لطیف جام چرا تو کد بینین دو قاره سی سلام دوستان سلام وقتان بخیر، انشالله خوب و جور و صحت و سلامت باشین، هر کجا کستین جمعتان جمع باشه و خوش خندان باشین. بازم به قول لالا نور جمع و جمع است ولی نمیفهم که اما نصف جامعه است نصفش نیست دیگه. دوستان نازنین سلام برسه، امید که خوب باشین هر جای دنیا هستین، اما تا خوشحال و خندان باشین دیگه. خدا رو شکر در جمع همکار هستیم و بچه هم اومدن بخیر، اما تا دل ما جمع و خوشحال و شاد هستیم ما هم. چی میگی؟ آه بچه ها تنزخ نیدی نی؟ باشه آه دوستا بسم الله باش که دنگه لطیف خبر شد یکان گپ گپک ها یکان چیزا و یکان چیزا یک روز لالا خسرو هم از امیر اشاره کرد، گفت من عکس گرفتم خانه خراب ناجوان گرفت، گفته یک سم خودم گرفتیم به خسرو و نمیشن آسمین دید این گپ ها هست و ما هم کسی دیگی هم میره زحمت میکشه دیگه میره یک برنامه ثبت میکنه، مغز خود آب میکنه، میره مثلا یک طرح ایده پیدا میکنه، این تو میکنیم بس جناب می خودش فقط سر کونش میبره میگه این تو گپ هست، میگن ظرفشویش فقط شویش میمونه، یک شویش جدا چی میکنه میمونه دیگه طرفی طرف. به من خاطر بچا یک طنز ترتیب بدین، شما طنز ببینین بعد از دیگه ما در خدمت شما. وای که دین جواب از ما کار را شروع کردیم. لالا ای شت ای او جوان ای چه مرد زنده هستی؟ لالا چند بجه روز هست؟ 6 بجه باشه. 6 بجه؟ 2:47 خس سر صحبه دیگه نو دخت نو نشده بگو چه کنیم بچهش. تو از او کدیدم کار دیگه همه بودی خیلی خوب بودی. کدام؟ او کار دیگر متسکل فروختی نمیفهم چیزی که در خانه بود و فروختی آمدی گفتی من یوتیوب میزنم یوتیوب جور میکنم یوتیوب میگفتی مال تو رو چی؟ نه والا دزیدی کی جور کردی؟ دزیدی ماما و کاکا و نمیفهم بچه اما و بچه خاله جور کردی؟ حال یک هفته از برنامه نداری بیخی برو یک چیز جور کنی؟ حال چی جور کنیم؟ من کار ندارم خدا، او روزی که جور کردی بیخی برو یک چیز جور کن، یک چیز جور کن حالا ما یوتیوب خاو کرد. عالم خاو کرد. چینل خاو کرد اینم یالو بخی. بانک با مرا بیخیم دل مرا زده بیخیم. حالا یه چیز نیست. چی بنازم. خود تو تعمیت رو نگفتم که اینترنت داری دیگه داری دیگه داری. سعی کنم دیگه چی بنازم. از اون ما سعی کو بگیریم ما تو سر کنش تغییر میتیم. طرفش اگه وا گفتن فلانه چیز پخته کردیم تو اول بگو شکر فلانه چیز و پخته کردن فلانه چیز. بگو نشته که لطیف چی پخته کرد، چی بود پاچه پخته کرد، قرآن نکو خنده نکو بچه رشخن نکو، نه خود رشخن کو، نه من رشخن کو. آله تا چی وقت؟ 2 شده که ما اوتا می کارا کده را استیم، 2 شده مردم بیکار همیال دسترک میبینم طرف سهل کده نمیتونم از بستی کنم کارار کدیم، یک چیز ماست کله خود جور نتونستیم، من رو چیشتیم باش فلانی چی کده اونم کار برعکسش کده. اتقدر مردم خود در بیغیرتی زده دوتا موتام دوتا بیغیرت دیگه میگیریم هر جای کوه رفتن موتا از پشت پشتشان میریم میگیم فلانا جای آمدیم این تو آمدیم اون تو آمدیم، او اک سفر رفتن موتا از پشتش میریم، هر چیزی که پخته کردن هر کاری کردن امشب و انداختن سباشا و موتو مندازیم جور میکنیم سر کونش میبریم میگیم فلانا کار او بچه بله است دیگه اون وقت دیگه کار نداره. خب یک روز میام قسم میتره سر مردای ما که میگه دیگه می کار که ما کدیم نکنیم بعد از او چی میکنی؟ او بچه قسم مثلا نگرد ما دقیقه زبان نیستیم فهمیدی چیزی گفت میفهمیم
آقای مرای میکنه میره چند میگه یک مثلا یه بانه برای شما میدیم میگه کل دوزا پس بانم بچه را خیر است میگه سیس میگه سیس بروی کار تکو تقصید کرد نشون کار خوب برو امروز اول تو رو گفتم باور کن مچه من ماندیم که خنده کنم سر خود ما یا گریه کنم امروز اول گفتم گفتی که والا مامایم جانم چند تا دارم اوی شقه دارم یکش پنج تا دارد دیگه مامایم افتا دارد دیگه چند تا دارد او افتخار دیز خود آدم داشته باشه حال ما مای و رفیق می قصر مایدار است و پشت سرمایش اون برای افتخار کنه دو چند دو یک مامایم که یک چیزی انداخت یک کمک از او میگیریم از دیگه مامایم سه تا مامایم هست این مالو زیر ما میگیریم مندازیم خلاص برو یک چیز سکو با بیار امی تو فامیلی میریم سب میگیریم بچه ماشه رو کلش جمع کو کلش گنگس گول هستن فامیلی یکان زره چی او ما و بتشان دیگه تلاس در حرکت میفتن برو بچه دیگه مرا غرض نگی باز خوب میکنی بچه شما میرم امروز خارج نویستم این کارا هم شما فامیلی خارج بچه سکو یک چیز هم آخرش میگم همین مسئله اگه همین کس بگه نمیتونه مردارم بیا ادقل همونجا بشی رو بروی کبره جواب بده و گمه دیگه این کارا نمیکنم حال چی رفتی کر کسب اون یک نفر زحمت کشده درس خوانده به خدا درس خوانده اونم اینجا اومده او بچه ما درس خواندین اونم پیسی کوام حال ما او تو هم مسئله که زمنار خراب نکنیم بریم دم کار سابقه خ بریم دم زندگی خ بریم زندگی سابقه چی بود؟ زندگی کجا بریم؟ خوب کجا بریم؟ نه با اسکیل سافت میتونیم ولی نه با اسکیل که سوار میدیم کمپیوتر جون بکنه نه دگه میکنه دگه میکنه درسته خو نمور نمیتونه اونمو نان نداشت نه حداقل اونمو کسب مسلک بود که دور زحمت کشیده بودیم نه حال تو اومدی از دیگرا رو چی هی خوب شد معلم اخلاق ما نبودی حالا بنده خدا اینمیر پیش ببره حداقل مو او بچه اینم میشه ایمر کار یک من میگم کار دیگرا رو نکو تکرار نکو کار دیگرا رو نکو رئیست ما هستم چیزی که گفتم برین میکارکو بس خلاص میکنی نمیکنی میکنم خب من دیگه کار مردم دوزی نمیتونم اگر سعی بیا بریم اونجا بشینیم سمسه چرت میزنیم که چی کار کنیم چی کار نکنیم چی هر روز که والا فلانی رفت این تکت ما هم رفتیم این کار کردیم او بچه اقا من چرت زدم از چرت چیزی نمیه فهمیدی چرت زدی؟ آه یا بوی دیوانه کده بیا زیر کم پل خواستی بخی بریم یک چی سب نکنیم دیگه بیا باش دیگه چی از با سب نکنیم اینه باغذی خیلی نکو دیگه نگو که مردم این تکده ما اوتو میتکنیم بخیر باشین زنده باشین و دوستا یک چیز خدمت تان عرض کنیم که اما طبق ادامه و گپای لالانور که وقت یک زمان در افغانستان چی رواج بود روز یک دانه کتاب چاپ میشد وقتی کتاب چاپ میشد رو نمایی میشد میرفتیم که دو روز بعد چند تا نویسنده دیگه غال مغالش در فضای مجازی میبرامد میفتالا تو ما 5 سال پیش نوشته کردیم یکش میگفت ما 6 سال پیش نوشته کردیم میگفت که از اول از کتاب فلانی زده از وسط از کتاب بیادرم زده از آخر از کتاب مامایم زده از اون یک کمکش از کتاب کاکایم زده اینی قانون کپرای تو نمیفهم بعض قانونهای دیگر ایش در نظر نمیگرفتن یک نفر یک بند خدا میره زحمت میکشن یک تر یک گیده مغز خود خشک میکنن خلاصه همون مسلک همون کار را کم بیش یاد میگیره حداقل اگه یاد نمیگیرم کوشش میکنه که دوم مسلک هم که میره بر نوع اکادمیک میرم یا نمیفهم آماتور میرم کوشش میکنه مفید واقع شه و ضرر به دیگران نرسانه و چیزی که در کله و چیزی که در تخیل و ذهنیتش خودش کار میکنه اما فکر و عقیده شخصی خود به نمایش میکشه به تصویر میکشه او زمان که بود این رواج در بود آل بر فعلا نام خدا چینل یوتیوب خیلی زیاد شده البته از این بعد ما خوشحال هستیم چند بار چند جای دیگه من میتونه قصه شد گفت چینل یوتیوب زیاد شده ما دیم هر چیز باید زیاد شوه هر چیز زیاد شوه ولی ای کاش که اما طریق استفاده خوبه و نمیفهم اما قانون در نظر بگیره بعد از او پیش بره بخاطر از اینکه ما بتونیم برنامه خوب بر بیننده خود، بر وطندار خود، بر یک انسان، به حیث یک انسان در کنار یک دیگر بتانیم زندگی خوب داشته باشیم و برنامه خوب متفاوت اونجا به نمایش بگذاریم که حداقل یک چند نفر هر کس هم برنامه که دوست داره ببینه، لذت ببره. هدف ما از تنزی بود که متاسفانه در بعدی ها یک تعداد این قانون رو در نظر نمی گرفت. یک نفر زحمت میکشه، یک نفر دیگر میای کوره یا کوشش میکنه تخریب کنه یا کوشش میکنم چیزی کار کمو کده
نه دیگه این خواهشان دیگه بین همین مسئله اندوالی و رفاقت کنار بانیم، مسئله هر چیز دیگر کنار بانیم، یا مسلک نرو. به قول شعاری که الالا خسرا و کمروز گفت، من یک شعار دارم میگه یک کار رو نکن، اگر همون کار رو کدی خوب اجرا کن، خوب کار کن. آلم خواهشان بین یک کار کنیم که امور خوب پیش ببریم. فقط یک چیز دیگه، حتی هم برنامه را اگر کاپی میکنی امور از ما کده بالاتر برو اجرا کن، یا از یک دیگه. اگر ما برنامه یک نفر کاپی میکنم، من کوشش کنم که از او کده بالاتر اجرا کنم تا اون آدم که میبینه بگه آفرین آفرین. نه که بگه که تو خود زدی امو دیگه واره که کل چیزش را کشیدی تو در و در شد دیگه. جان یک گپ ما را دیوانه کنی، چی رقم روزگار است، چی رقم کار است، چی رقم بار است، اینیا را بین تقلید کنین. ما یک نه دیگه نه دیگه نه، ما یک کیسه برو خانه خاله مشان برو، خانه مامای مشان برو، خانه کاکای مشان برو. نه میاد بگیم چوره کنم روز الان شایسته چوره میکنیم. دوستا گپ دایی برآمد که این تو شو این تو شو نه، ماشاءالله خداوندگان زیاد بسازیشان، یوتیوبرا چینل ها را و بینندام انشاءالله که زیاد شون. گپ دیس که جور کنن باید سوژه متفاوت باشه، که لااقل ما یک وقت خدا بگذرانیم بگیم ما باید امروز فلانه چینل رو ببینیم، به خاطر که اینو تو یک محتویات داره، فلانه چینل این تو داره، فلانه این تو داره. اگر نه ما مثلا تمام یوتیوبایی که در افغانستان فعالیت میکنه شاید یکی دو موضوع زیادتر نداره، یکی گزارشی است، یکی هم یک بعض چیزای دیگه است. کل اگه هم یک تا شاگردید میگه برو مشدمونه خروار کلش هم میتوگه، پس به خاطر که یا امروز این کارو کردن سو فلانی هم میکاره میکنه. نه، هر کس کارش بارش همو روزگارش همو طرز فکرش همو مسیر راش باید معلوم باشه. این تو میریم ایام بود گپ خلاص دیگه، ما که کس کار نداریم، خداوند هدایت بتیتان. یک و دوم دیگه ای که ما یک خاطره کوتاه را بسیار یاد میکنیم از دوران مسیری سرم سبزا ششته بودیم، می چوکی کو یارک جور کردن، یک تا پالتیگو گردی تو بود، یک تو بود تیم را که مجسمه سازی جور کرده بود. این به ششتیم بچه‌ها یک دایره کلان بود، یک اشکال ام سریال هم کارگردانی میکنه، امی و چند تا دیگر جمع کرده بود، گفت که میخواین الگویتان که باشه، یکیش میگو الپچینو باشه، میگو مارکو براندو باشه، چی باشه چی باشه. خب یعنی میگو الگوی ما اینی بود، اما سمت الگو زیاد بود. مرا گفت میخوای الگویت کی باشه؟ گفتم ما میخوایم خودم الگو باشه. من الگو لیک هستم، یعنی می رقم باید اونم چیزی که هستم مردم مرا قبول کنه، خودم میخوام الگو باشه. ما چی پشت یک کس دیگه برم میگو اگه کم شناسی خسرو صاحب کی نه یک چیزی از یک خورتره کس یک پرنده خو خامش نیست، ما دل بده یک چیز دیگه معرفی کنم زود معرفی کنم. این میگو کاو که دید را میکنه بسیار خوش شامل گو سیکو قدر سیکو توقع سیکو را کدن سیکو 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 گو باد از دیگه از زنکه خدا گفت گل خورتای جان باد از امور رقم را میکنیم. گفت او مرده که چی نکو؟ گفت نه خیاک خو کردن صبح که خیستن هم را کردن خودش یادش رفت، هم را کردن کو که از یادش رفت. یعنی ما شما باید هم هستیم یک چیزی از خود داشته باشیم پیش بریم، نشه که همون چیزی که داشته های خودم هم فراموش ما شود و تقلید هم کردن اتوانیم اقل هم بیننده ما لذت ببرم. حالا اکک اگر دیده باشین یا دوستا اگر متوجه شده باشین، حالی تو نمیتونه را کردن تو خیزک میزنه بقواره. اینی رقم شده دیگه شما و کاروبار و روز روزگار. من رفتم خسرو صاحب کار دارم. دوستا ما میخواییم یک چند گفت در این رابطه بزنم. دنیای هنر یک بحر کلان است و هر کس میتونه از مفکوره خود، از ایدیای خود برنامه جور کنن. از آرام برنامه است، میتونین خلاق باشین و خودتان یک برنامه نو بیارین به بازار افغانستان و کوشش کنین زیادتر خلاق باشین. این موفقیت یک انسان است و یک اگر مثلا کس بخوای ببینه همی مثلا یک برنامه شاید همی آدم زیب بتا، اما مر همو برنامه زیب نتا. و کوشش کنین کلان خلاق باشین، نوآوری کنین و از خود یک چیز داشته باشین. ای که شما ما که ساعت کوشش کنم نورگل باشم، هیچ وقت من نورگل نمیشم، یا اینکه بخوایم لطیف باشم، من شاید تا آخر عمر نتونم به یک لطیفم برسم. پس کوشش کنین خودتان باشین و زیادتر از اینکه که بیاین رفتار دیگران رو تقلید کنین، کوشش کنین از خود یک چیز بسازین تا دا که داینده در قلبتون سرپای خود استاد شوین و
خوش میشیم که بتونین سر پایتون استاد چاییم و از خود یک چیز شدیم. لازم یه دوستان هیچ وقت کپی نکنین. خداوند هر کی همه تو مفکوره و کلا و مغز دادن باید همه تو بهترین ها جور کنن از کلا و فکر ذهن خود. دیگه ات نشه که مردم هم بینیندهای ما یا مردم ببینه بگه والا سعی که اینا چه خوب یک سوژه یا چه خوب یک برنامه را پر کردن چقدر مقبول که تعریف ده کنه ای کنه. دیگه کپی کردن این چیزا هم دیگه چی بگویم که خیر باش دویش کار نداریم. دیگه خود دوستا حال میایم سر از این موضوع که دو عزیز ما رفته بود ایران، در ایران چی کردن چی نکردن، چی دیدی؟ آه چی دیدی؟ بر ما چی دیدی؟ چی شنیدی؟ دیگه چه نمیفهم. خلاص خواندن بخونی؟ نه یک کلمه. خب این جالب ترین چیز را که در ایران دیدن چی بوده؟ والا لالا خسرو جالب چی میگه؟ جالب میگم خیر است. در کل یک سفر خوبی بود. بعد از مدت ها رفتیم وطن دارار دیدیم، بینیندار دیدیم، ایسوس و چکر گشتیم، جاهای خوب، جاهای عالی، دوست داشتنی. و بعد ما دیگه شه پشتم دیگه چیز نمیگردم که چی رقم بود. یک روز دم سر سرک شده بودیم، یک جای رایی بودیم، ما بودم، لالا سینا بود، لالا نور بود. یک دفعه من رشخندی مزاق گفتیم بریم خیلی چی کنیم. ما هم کده نان راحت نبودیم، که نان که دو تلا بود و یک دانه تلا گریزه پیدا کرده بودیم. سر یک چارایی بود، اونجا که بود میرفتیم خود ما سفارش میدادیم. یک قوطی لوبیا منداخت، یک قوطی تون ماهی و سه دانه تخم. یک آن روز که باز جایت خالی که پرشتی ها بودیم میفتیم چار دانه تخم که تخرچی میکردیم دیگه. کلش دم تا دعیشت و معیشت بودیم. چار دانه، چار ست تومن میشد. باز رستورانت ما اونجا شده بود، شب هم اکثر وقتا اونجا می رفتیم، روز هم که مقصد در اون تایمی که در برنامه نبودیم یا چی بودیم هم اونجا می رفتیم. نان خوردیم اومدیم، منتظر موتر بودیم که بیای. خیلی یک جای دور می رفتیم، تقریبا یک ساعت زیادتر رار می رفتیم. باز الیسینا ایستاد بود، الیسینا را همیشه که در اتاق می شدیم الیسینا می گفت من پیسه زر نمی فهم که چی رقم هم. من گفتم که یک روپگیش هم امو پنج دانه صفر داره، صد روپگیش هم پنج دانه صفر داره، فقط تو باید این در این بعضی پیساش در گوشک نوشته است که مثلا چنده. اکثرش در چی میگه نوشته است که چند صد هزار، ولی اما عددی هم هست. باز دو دانه دویی داشتم، در جب خود دوزاری یک دانه گزاری داشتم، او در بیرون بود دانه پنج هزار. من گفتم باش علی سینا را آزار بتم، پنج هزار ما و شما ندیگه، پنج هزار خودشان. ولی در سوپرمارکت ها 3000 هم چیزا بود، اونجا یک دانه غرفگک بود. من گفتم که علی لولا، گفتم اکتو من خمینج منتظر موتر هستم، چون لوکیشن از این جوان کردیم خودی تیگه و بیار. گفت سیز 5000، دو دانه دوزاری بود، یک دانه اگزاری که میشه سرجم 5000 ای رو دادم برش. من گفتم که نیال میریم خوبم نیست، چی قیب پول اضافه ریست. گفتم باشه گازارش بدتم، پول اضافه چور میبری. دو دان دوزاری رو گرفتم، یک دانه اگزاری رو دادم برش. رفت اونجا ما اونو کدنور گفتم که علی رو یک دانه اگزاری دادیم، او دانه 5000 باش که چی میکنه. رفت دو بیرو بارک اما غرفه والا رو گفته که مرا او رو که در پلاستیک داده یک دانه هزاری رو برش پیش کرد. ناراحت شده بود، سرش کار شده بود که یک دانه او نمیشه، تو سه دانه او گرفتی. از امون طرف او رو پس ماندم و یکی رو گرفته آمد. آمدم طرفم چپ چپ سعی کرد، چپ چپ سعی کرد. من تاجزه خود گرفته بودم کالی زیادتر از سبانی نشه، ناراحت نشه. ام چرا لالا؟ گفتی یک دانه او نمیشه، گفت تو مرا داده که برو سه دانه او بیار. نیالا گفت آه، گفت برون خودت سوال کن. تم سهیز خیر سال کلگی ما میگیم. یک چند دقیقه ریش خندی مزاق کردیم. باز درسی ما رفتیم، من نور علی سینا رفتیم اونجا. باز تلفن آمد بریم. من گفتم که لالا رو دیم ساده لالا اگه او بیتی. باز تلفن آمد، تلفنی صحبت میکردم، اتفاقا پیسه پیش خودم بود، پیسه پیش خودم بود. تلفن مثلا تلفنی دیگه صدار خمی گره نه اینجا بود. باز پیسه کشن و گفتم نور بگی حساب کو. نور هم مچم اعتبار نداشت یا چی نداشت، هم پیسه قرار گرفت. گفت آقا خودت خوش کنی با. گفت من پیسه فضیل چی داره؟ گفت
من کار ندارم خون خودش خوش کنه بگیره دیگه. اما روز خیلی جالب بود، خیلی زیاد خنده کردیم. من میفهم که دکاندار گفت آه، من میفهم که یا سرمه اعتبار نداشت که باش، چون پیسر سل نکد که چند هزاری است، یا که زیاد مهربان شده بود که باش که سراز و بنده خدای دیگه زیاد اعتبار داشت که باشی خودش خوش کده بگیره. باز پیسر فکس گرفت لطیف یا نه؟ پیسر پس گرفتم خود میساب کرده دادم. ار مثلا یک هزار افغانی چقدر تومن میشد؟ یک هزارش نمیفهم، یک میلیونش فکر کنم یک هزار و عبدستت، اما عبدستت اجدستت میشه دیگه. افتاد دگام کسر یک هزار بانی؟ افتاد دگام کسر یک هزار بانی یک میلیون شما دیگه سرمایه دارا بودین اونجا؟ والا از یک بابت نه دیگه، بخاطر اگه یکی حساب کنیم فکر کنم در یکی ما یک نیم روپه میشه دیگه. یک هزار از نو یک نیم روپه ما میشه فکر کنیم. نه ولی از نو زیاده این تست که صد، اما پول سابق ما واریم مثلا صد هزار چی داره؟ صد دلار فهمیدی؟ صد دلار میشد پنج میلیون. این دوستایی هم که بعض گفته بود چقدر میشه، 100 دلار میشه 5 میلیون. یک ذره نانش گران است، شما اگر برین نان خوب بخورین، اگر یک فامیل باشین 2-3 میلیون اونجا میره. 2-3 میلیون نان خیلی قیمته، نان قیمتی است. غذادار بود نورگل، خیلی خوب است، غذاش خوب است. پیشتر لالا لطیف گفت چون باز ما برنجش یک رقم، شما گفتی شربت داره، یک جور نکنی شربت نباشه کس نمیخوره. خب اما باز این خودش کشف کرده بود تو مردکره، گفت هر چی که بگیم پخته میکنی؟ گفت ها. گفت چی داری نینی؟ گفت ازی یک جای بنداز، کمی رب با من بنداز، خلاص برای ما بیار، برای ما بیار. وقتی که آورد یک روز دو روز سه چهار روز ما خوردیم، و مردکر روزی میفتیم برای ما جور کو جور میکرد لیارد. یک روز آمد گفت اجازه یه لقمه بخورم، گفت بگی این را خورده آن چرخک میدونه اوه 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 من این را میست این چقه با مزه یه چقه خودم نمیدونم چی پختم چی پختم. خیلی باحالی است، خیلی باحالی است. اگم روز آخر بود نچه بودیگه باش مردک خودش چیزی خورد نخورد. خب اگم یک چیز افتخار میکنیم دوستا که اگر کشور ما جنگ است یا ای که مثلا زیاد وقت در شرایط ناگوار بوده، بازم خوشبختانه اما ارزش پولیش خیلی بالاست نسبت به بعضی کشورهای همسایه ما. افتخار میکنیم، یک چک چک کنیم به افتخار خود. خب بفرمایید. از کجا قصه کنم؟ من اگرچه آدم یک جایی که میره همیشه خاطرات زیاد است. بله آم. نه شوخی نکو بچه، شوخی نکو شوخی نکو بچه، بسیار شوخ شده در بعدینه. خب چی است؟ آدم میره یک جای، هم خوبی های خود داره هم جگرخونی های خود. جگرخونی است که میری مثلا هموطن های تا میبینی چند سال شده از وطن دور است، یکان گپا میگه واقع جگرخون میشی. واقع اونو زمان تو مثلا ارزش وطن را، اهمیت وطن اونو زمان میفهمی. فقط یک خاطره دیگه میگم، دیگه زیاد نمیگم. خیر از دوستا، امروز یک ذره حالم خوش نیست. اگر خاطره رو جالب قصه نمیتونم، اگر نه بر ما جالب بود، اگر جالب قصه نمیتونم، شما از بزرگواریتان ببخشین، به خاطر که مرم در زور در برنامه آوردن. یک جای رفتیم پیش منیر شان که رفتیم نی؟ شمال. شمال. شمال رفتیم، بسیار یک جای عالی، بسیار یک جای خوب، یک آب و هوای عالی، یک سر بین جنگل. یک سه چهار تا وطندارا بود اونجا. یک از او بچه ها چیت میشد؟ بیادرزاده یا بچه همه؟ بیادرزاده، بیادرزاده لالا نور بود. وقتی او که رفقای گفته بود که فلانی هم یه باور که ما اونجا رسیدیم، خیلی خوشحال شده بودن، خیلی بیاندازه. ایسو میده و نوسو هرچی میگم که نه، میگه باور که خیلی بعد از مدت های تو میمان ها آمده و چطور گفت سوک که لالا منیر قصه کرد که فلانی هم ما از خوشحالی اینجا. گفتی نمین ششته بودیم، به خدا اونجا خودشان نشان داد. صبحش رفتیم در یک بین جنگل، یک جای در نام مرداب بود، بر ما دیگه کدن در مسیر را هرچی میگیم که حالا بایی که ما رو به تین وسایل با هم میبریم، نه شما میمان هستیم، نه دیگه رقم نمیشه. ما هم که اونجا هستیم یک سره در کوه میگردیم، بایک های ما در شانه ما دیگه کس نیست که بایک های ما رو ببره. خلاصه نماندن اونجا که رفتیم، یک از بچه ها گفته که چی هست؟ یک دو تکسش گرفتم، خوش آمد، گفت تکس مرزیاد بگی. گفتم سعیست، رفتیم و تو یک دور زدیم،
عکس باز عکس گرفتم اومد گفت بسیار میبخشی مکتم ایسای که دیگه بدر گپو نیز دیگه شوخی کردم گفتم بدرستی یا پشت گپو نگرد آل تو شاو تا حال ما اومدیم چقدر به زحمت شدی هر دقیقه که ما میگیم که نکوب خود به زحمت میری او میاری چای میکنی دیگ میکنی میگه باور که از روزی که مثلا دیروز که خبر شدیم که شما میاین ما ایقه خوشحال شدیم ایقه خوشحال شدیم که به اندازه اینو تاثیرش کلش دوری از وطن است نه؟ دوری و اتفاقا هر کدام میشه که ما کوشش میکردیم شاد باشه شوخی مذاق میکردیم هر کدام میشه گفتیم که آهنگ بخوان دوباره مادر خوان من همونجا که وقتی گفت از دیروز که ما خبر شدیم که شما اومدین ایسو گفت ما یک سال است که هیچ کس وطندارار ندیدیم هیچ کس که بخی بگوی که از کنج افغانستان است ندیدیم گفت وقتی خبر شدیم که شما میاین خیلی خوشحال شدیم من اونجا هم خوشحال شدم هم جگرخون شدم خوشحال از یادم میشه که برای دقل چند دقیقه کدمی جوان هستیم یا خوش است ما هم خوش هستیم یعنی بر کلگی ما خوب است جگرخون از یادم میشه که مثلا تو فکر کن که کسی که چند سال شده از فامیل از مادر از وطن از کل چیز دور است در اونجا در فکر هست که حتی یک وطندار خوب ببیننه چقدر سخت است وقت خیلی من اون جگرخون شدم خیلی اموس ایسو که هم آمدیم در موتر مکت بچه ها قصه کردم گفتم امروز یک گب از بچه ها مرخل جگر خون کرد خیلی که وقت سر آدم تأثیر میکنه اونجا که ببینی دیگه در کل سفر خوبی بود بیاد تراجیدش نساز از خسرو جان میشنویم در یک هفته که کت ما بود کدام خاطره جالب یک هفته دو سال یک خاطره بگو کنم تو کلگی باید خنده کنم دیگه گرده کفک شوه خاطره بسیار جالب ما برتان بگویم خوال خو دو تا عزیز ما از سفر آمده بود از ایران با وجود از اینکه بسیار خسته بودن زله بودن و باید استراحت میکردن وقتی که خبر شدن ما همکار نو همراهشان آمدیم مرا میمان کردن برام چندین رقم میوه دوغ و خلاصه آن نو میمان نوازی که بگویی از ما کردن بسیار تشکر لطف کردین در صورت که یا بسیار شدید نیاز به استراحت داشتم باید یک چند روز استراحت میکردم مگم بازم مرا میمان کردن و در منطقه نورگلشان پارتی گرفتن شوشتیم با هم گپ زدیم گشتیم بسیار جای مقبول بود خوش گذشت دیگه بازم ازشان تشکری میکنم از این که مرا دعوت کردن دیگه همچنان از ربانی که اگر روز هم دیگه نمیکنه تشکره نه دیگه به هر صورت اینجا رفتیم سر درخت توت بالا شدیم سر درخت بالا شد دیگه تقریبا در درخت ما بالا شدم باز ما استاد شدم این رقمی مکم گرفتم این رفت دیگه بالا باز ما پس پایین شدم باز ما در دلم فکر کردم گفتم اینالی پس چی رقم پایین شدم بازی چقدر دم سر درخت بند مونده بود گشتن بود که من خودم هم اونجا بند مونده بودم آخر خیر بود نبیادر لالا نور گلمیر یک رسپان آورد بود انداختیم تا کدیمش در پشت برنامه هم کارا میگه او بچه او را بالا کدی دیگه روز اول اگه یک کمرش یک رک میشد یا کدام جایش میشه که جواب از او را میدادی من گفتم والا لالا بخشی فکرم عید نبود بس که مزد خواهی کنیم در اونجا گفتم که همین روز دیگه شهر صورت دم سر شانه که لالا خسرو بالا شده بود اگه همون جمعیت بوتل پیپسی وارو پیچه کشم باز چی میگه؟ راست میگه خود میش نیادم نبود نه خیام واقعیت شما برد بگوی ما هر چول کش میکنم که استاد شده نه کش میکنم خدا راست بگیریم پایام سر بخود خب وزن زیاد نم خدا نه این فهمی چند کیلوس این پای ما سر بخود قاط میشه گفتم بعد از اون روز قد تسل نکردیش شده حالا باز امور از والا قدم هم سر مگنم بسیار جای خطرناک بود نه گریخ نه میتونست نه گدکای مردکه رو کردی خود میبخشی لانا خرچی نباش من ربانی را دوست دارم البته برنامه هایش دیگه باز مشکل نداره خیر دیگه از دو سر چی آید نکوست یکان شوخی و مذاق می باشه دیگه کدام خاطره داری برای دی یک هفته دی نبود ما کدام گپ قصه کنیم ما که بلند بگی قصه کنیم قصه برد کنم جای دان خالی واقعا که خیلی دق شده بودیم پشت دوان اگر خاطره را بگو خیلی
خیلی بار که دوستان نمود کابل فن سرت لال لطیف لال نور نبودن، بار که قدر پشیاندق شده بودین که می آمدین دفتر خالی، اما دیگر روزا خوب است، من خودم دفتر می آمدین لال نور بیدار است، مثلا نموجه دم دفتر می شینیم قسم می کنیم چای می مانیم تا بچه ها می دیگر دنبودشم که بچه ها خوب بود یکان برامه که داشتیم و بازم شکر که شما اومدین دیگه نال دلم کوار جمع شد. این خاطره ایش بود دوستا. دوستا باش از قافله پس نمانیم، از خاطرات سفر ایران قصه کنیم. خاطرات بچه ها گفتن واقع کلش خاطره بود، کلش خوش گذشت و یگانه چیزی که بود مردم ایران و مثل افغانستان کلش کله خراب هستن. نفهم کدام تاسی سر از یام کده خوب مثلا مشترک قدر به خصوص امیرانندایش یا مردم عامش، مثلا یک کسی که یک جای استاد کنه موترسکل کی یک رقم غال مغال میکنه که هیفی موتر که تو داری هیفی یا هیفی دیگه ایش مثلا که موتر اثر از پیش کن اورلاندو کننده گله اگه بونم یه گپای خود گفتم دیگه یا دیگه بیادر هستن ایران افغانستان دیگه اونمو کل خرابی کیج هست اونمو کل خرابی بوجه هست دیگه کدام تفاوت دیگه نداشت. چطور بود روششان کردن لالون؟ ما کتر روش موشش کار نداشتیم، ما خود ما یوسومه رفتیم، ما دم بسته چند روز که بودیم کتر مردم ایران سر کار نداشتیم. تو مشناختن؟ کتر بعض جایش میرفتیم در گفته تاجکی هم در مگزین میرفتیم، به گفته زیان مغازه میرفتیم باز تو یکی نیستی که این کارها را میکنی، تو یکی نبودی، سلامت باشی. باز روششان خوب بودن و خوبی دیگه چه بود؟ که بعض جاهای دیگه که میری، بعض کشورهای دیگه که میری، بخصوصی همسایه دیگه که میرفتیم، میفهمیدن که اینیا خارجی سن، خارجی سن دیگه ما میگنی، خارجی سن، یک چیزی که ده افغانی یا ده به اون پیسه خودشان قیمتش میبود، او را 20 سر ما سودا میکنن، ولی در ایران خوبیشته چی بود؟ دانم کلش نوشته بود قیمتا، مثلا نان تافتونی اینقدر میخری بخر نون، نمیخری دلتوم، هر چیزی که مثلا نوشابه بود، واسه میگه چوب میکنی که گنگ سد نگرد، بسیار چیزا بود قسم نکو دیگم هاو بود دوست، هاو تربوز هاو انار، این دستری خدا که تربوز نیشست. و دوستا شما خود جریان هستید که دفتر کابل فنز کمکار بند کرده و باز خوشبختانه قاری صاحب عمران یک چینل دیگه به نام کابل ای بی سی یا ای بی سی کابل ای بی سی کابل ای بی سی ایجاد کرد که کمکار قاری صاحب میگره به وجه احسنش من نیازمندترین میرسانه. قاری صاحب بسیار یک بچه پاک با تقوا با خدا با دین است، با تربیت، انشاءالله ما سرش باور داریم، شما هم 100% سرش باور کنین. و من مسئله قربانی که 15-16 روز به قربانی ها مونده و باز به تقاضای زیادی از دوستا گفتن قربانی ما را باید امسال شما برگزار کنین. درست دوستا قربانی های شما را ما میگیریم و جز از قربانی دیگه چیزانه و جز از قربانی مثلا دیگه کمک ها شما میتونین چینل ای بی سی برین، نمبرشان هست، با خودشان در تماس شوین، کمکاتون روان کنین، انشاءالله برای نیازمند میرسه. و عزیزای دلی که میخواین پول برای قربانی روان کنن، نمبر واتساپ ما در پایین هست، لطفا روان کنین، انشاءالله دیگه ما بخیر در روزی در قربان دیگه در خدمت هستیم. گاو، گوساله، گوسفند، بز، شتر، دیگه چی؟ گومش. نه گومش نمیشه. از هم شتر و بالا نه دوستا. گوسفند، بز، گاو، گوساله، گومش. گومش. این چیزا رو دیگه بخیر ما در خدمت تان هستیم. عزیزای دلی که میخواین نیت دارن پیش از پیش خداوند قبول و مقبول بگردانه. خود خداوند گفته هر عمل مربوط میشه به نیتشان، هر نیتی که شما دارین دیگه با انشاءالله دیگه خداوند نیت تانه برآورده خیر بسازه. ما در خدمت شما و فعلا میریم طرف لالا لطیف. یک تلفن بسیار لوکس داره، دو یگان چیزا کار نوشته است، یگان هموطن هم یگان چیزا گفته دیگه، این میخونه دیگه، ما شما تشویقش میکنیم دیگه. یک چیز دیگه هم است که لالا خسرو گفت دو یک خواندنک بود، گفت اونو خواندنک کنیم و دو رقص میکنم دیگه. باز این حال بعد از این دیگه ما شما منتظر میباشیم که ما خواندنم و خودم میکنم، لالا خسرو یک رقص جانانه. پیش از کومنت خانی یا بعد از کومنت خانی؟ بعد از کومنت خانی. خب نه رخ مزاق میکنم، پیشتر مرا گفت گفت باز ما یک اشاره میکنم، باز ما را یک موزیک برم پلی کنه که ما یک قطغنی خدا لاوتم موزیک نه ندارم، کل چیز اورجینال است. اون رولا منصور هم کلکشک دارم، میگم تو خود تانی چیکنی ساز دایره بگیری، ما دایره باز بگم موبایل خانی خدا بکنه. اول موبایل خانی رکو باز که یک رقص خسرد. یک دوست عزیز ما گفته به نام که ای موفق باشید، بهترین برنامه ها دارید، مخصوصا شما دو دوست جا خوبی میرین،
تهران زیباترین شهر ایران است، همانطور که کابل جان ما زیباترین شهر افغانستان است. و قربانت کیف بود؟ کعه. کعه. ما دم کعه چی شدیم. قربانت سلامت باشی، بخیر باشی. هر چا تخبول وطن کشمیر دهی. بار کج به منزل نمی رسد. مارگزی در اسپان دراز می ترسد. می ازار مورک دانه کش است. تو هرچه بلند از سر جا دارد. نه؟ دارم. اگر خمه همی ضرب مسئله زیاد شده امروز. محمد اکبری گفته دمتان گرم با می برنامه تان که مردم وطن را دلشاد و اتحاد را برای همگی نشان می دهید. و امیدوارم همیشه همینطور باشید عزیزان، همه تان گل هستید. بخیر سلامت باشید. دیگه شما جواب بتین. خودت گل. احمد حسین علی. بسیار عالی جناب نورگل و جناب لطیف و جناب علی سینا و جناب ربانی و جناب فرهاد. همانطور که در کوها بودید، اگر در این سفر می بودید خیلی خوب می شد. و خوش بگذره براتون، با جمع دوستان موفق باشین و سفر به خطر. انشالله که جور باشین با خانواده. باز هم دوستان داریم، قهرمان های کابل فنس. بخیر سلامت باشی. قربان لالا. لالا علی بود نه؟ جانا. یک برادر دیگه ما کامنت کرده بود، کامنت چه خوانم دوستا، اگر ما در برنامه هم نمیخوانیم کامنتاتون از 0 تا 100 میخوانیم. گفته بود که خاله نورگل، اما لطیف، بیبی علی سینا، اینتون اینتون میکنه. بسیار یک کامنت جالب نوشته کرده بود. کامنت های کل تان از 0 تا 100 میخوانیم. یک دوستاش اگر میمانه او را با منصور در خانه میخوانه. خیلی بینه. مدینه قریشی گفته سفرتان به سلامت. وقتی تیاره اوج گرفت از بالا کابل جان دیدم، بسیار گریه کردم. روز خدا شود که به کابل جان زیبا برگردم انشاءالله. آفرینشان آفرینشان دوستا. ما چند روزی که بودیم وقت سخت گذشت. همیشه میگفتیم آفرین کسایی که سالها و ماهاست از وطن دور هستن. آفرینتان. بیارم تیاره را برکا. تیاره زیاد شده نیگره خواهم. در نیست برا میرسه خواهم. شربانو بیاد گفته انشالله که سفر خوب و خوش داشته باشید. آمین یا رب العالمین. با عرضوی آبادی و آرامیش وطن ما افغانستان عزیز خوش بگذرد برای شما خوبان. قربونه جبرم. بخیر باشم. عبدالرحیم رحمانی گفته مانده نباشین، بخیر برگشتین. الهی شکر که همه جور هستین، مخصوصاً عبداللطیف که پایش زخمی شده بود. از فرهاد جان تشکر که تیم را مهمانی خوبی داده. اما راجع به سفر آفرین نورگل جان که مانندی دیگهش نگرفته. اما تا اونجا که چی بودم ادامه مطلب هم میزد، بعد از یک سکرین شات میگرفت که بخیر سلامت باشین، خیلی ببینین. بابت از اینکه دعا کرده بودین یک چی میگه بی توجهی شد که اونجا یک ذره اوگار شدیم. خدا رو شکر با زود جور شدیم. بخیر سلامت باشین. یعنی ادامهش که نگرفتم، من جستجو کنم که کومنت کدام یک از برادر ما گرفته. باز بخیر یک جزایش میتیم. فراد لکی بیا برین رو بخون. سرنش نوش تیکیت داشت. کازمی میدیا گفته موفق باشید تیم موفق کابل فنس. برای فرهاد خوب است گفته شود که بزرگان احترام کو. یک قسم گپ میزنه ربانی فقط به چش باشه. خیر است لالای رزی موز دیگه بخشش آن و بخشی دومش دیگه. البته شما میفهم یکم در سفر همون دق میاره و البته فکر ذهنش تیت بوده دیگه. خیر است درکش میکنیم رزی موز دیگه. کومن بود خود دیگه میبخشیمش. دوستا یک چیز ما باید براتون یادآوری کنم. دفتر کابل فنس، تیم کابل فنس چی رقم براتون بگیم؟ هیچ گفته نمیتون بگیم؟ کل ما مثل برادر هستیم. شاید اما چیزی که در تصویر یا پشت تصویری که هستیم بعض وقتا بعض شوخی ها بعض مزاق ها، چون اگر امو قضیه هم که رخ داده بود وقتی که خودت افتیده بودی لالا ربانی پشت کرد که بازی افتید، چون اونمو حضرتی که یکی دیگر از یاد قلب دوست دارن، شاید کدام گپی کدام چیزی گفته اون دیگه کده دیگه این گپا نیست که مثلا ما خدای نخواسته بله لالا ربانی، لالا خسرو جان، لالا لطیف جان، لالا منصور، لالا بلال، لالا فلانی، لالا فلانی
به احترامی یا توهین یا کدام چیز داشته باشیم، ولی نه، کلش همه تو صاف ساده و صادقانه است، هیچ کدام گپی نیست در بین ما، هیچ گپی نیست. لالا فرهادم گل سرسوت ماست، اینقدر لالا فرهاد ما دوست داریم که شاید پدر و مادرش دوست نداشته باشنش. خیلی ببینه همین رقم است. اما تو از نیست، قسم بخور. نه واقعا دوستش داریم دوستان. چقدر دوستش داریم؟ خیلی زیان. قیده سنش؟ مثل برادر کوچک بونم. بس بس سیکل لالا خسرو را اوگار نکنیم. میریم کومنت بعدی. لالا کومنت ها خلاص شد، این میقدر کومنت گرفته بود، ما کلش از یک سر تا آخر خواندم. دوستا کومنت ها خلاص شد، میریم سر پلان های آینده. حالا بخیر، ما آمدیم از سفر، آمدیم از سفر، آمدی خوش آمدی، بخیر بوی وطن در تنت، چطورکوی در تنت دیگه. ما قرار از دوستا باز هم همون پلان هایی که ما داشتیم، ولایت هایی که مانده بود و هر فصل میگیم هر ولایت، هر منطقه، هر قریه در هر فصل زیبایی خاص خود داره. انشالله سفرها را پلان میکنیم. میریم کجا؟ برای فعلا دیگه دقیقا قول داده نمیتونیم، گفته نمیتونیم که اتما این اینجا، ولی میریم کابل قدیم. میریم کابل قدیم دیگه. از برای فعلا چی خوب است که از لالا خسرو بشنویم که چی برنامه داره بخیر، و گرچه که در برنامه پیشم گفت که کارا خیلی پیش رفته، دیگه در مورد برنامه خود اگه یک کم بگویه که دوستا منتظرش باشه. برنامه را خو امید که گفتم به زودی بخیر نشراتش رو میشه و شاید فردا شب نشر شود. شاید فردا شب نشر شود. منتظر باشین دوستا، یک برنامه خیلی عالی، گرچه لازم نیست خودم تعریف کنم، شما میش تعریف کنید. می خواهش میکنم. بسیار برنامه امید تو پرهیجان، پرماجرا، امید تو گفت لالا ربانی شربتی، چیزی که تو گرم باشن. منتظر برنامه باشین دیگه، ضرور نیست پیش از پیش ما بگویم که کل امو کاغذ پیچیش از بین میره، نه کاغذش کنده میشه. باز یک برنامه بسیار عالی داره دیگه، بخیر نشر میشه دیگه. دوستا فرداش هم منتظرش باشین. ساعت چند؟ ساعتش معلوم نیست دیگه، به خاطری که شاید ما 8 بجه نشر کنیم افغانستان، شاید 10 بجه کدام کشور دیگه باشه، 11 دیگه باشه. ما شما امیساتش هم تو خانه خالی میمانیم و صد قید شما در جگرت نفس فامیده صد قید همون بالتیش خلاصه. کومنت ها هم تمیز میکنن نگه. و یک چیز دیگه دوستا، بعض ولایت ها میریم، بعض جای ها میریم، ما نام نمیگیریم، میگیم در یکی از جاهای زیبا، جای فلانی، جای فلانی، جای مثلا آمدیم. به خاطر چی؟ افغانستان کل جای زیباست، بسیار یک آب هوایش، منطقه زیگیش. اگر ما مثلا میگیم ما آمدیم هرات زیبا، مزار زیبا، سمنگان عزیز، فلانی فلانی فلانی، او داسی نور هم 34 ولایت، چند قریه و چند دیگه، باز یک تیداد ما اگر مثلا هرات زیبا بگیم، باز برادرها یک در جلال آباد است. اگر کل افغانستان خانه مشترک ما شماست، چی است کلش؟ باز مردم کنر میگه بیا کنر، بیا زیبایی را ببی. چرا جلال آباد؟ بیا کنر، کنر چی کمی دیدی؟ باز برادرهای نورستانی میگن نورستان بیا ببی که آروس شهرها است، فلانه فلانه. نه، ما هم هر جایی که میریم میگیم در یکی از جاهای زیبا دیگه دیگه، تا حد امکان بعض مناظر زیبا که میریم نمیگیم کجا آمدیم، چه رقم آمدیم. با علی هم لالا لطیف گفت جایش باشه، انشالله در یک جاهای سرسبز زیبا دیدنی، همون تو که دیگه جویای شیر از روان، توتیا میخانه، 45 رقم گفت، 45 رقم توتی داره خسرو صاحب. مار از تو از مار پل جور کردین، اینقدر روژه مار زیاد داره. اون تو یک جای میریم، شما بیننده باشین دیگه. بچه ها که فعلا کدام چیزی میگوین خوب خوب، اگر نمیگوین دیگه یک خدافیزی جانانه میکنیم. دوستا را بالا یک تا میسپاریم تا برنامه کابل فنس در یک هفته دیگه، که چه وقت بخیر باز خداوند ما شما را عمر نصیب میکنه و یک نفس راحت بکشیم و بریم پس از سفرها باز بیم و یک جای بشینیم. خسرو جان نه دوستا، خواندن دیگه، من خواندن نکنم. اول خداحافظی میکنیم، بعد از او ما که خداحافظی کردیم، ادامه چی باز رقصی که باشه؟ رقص لالا خسرو رو ببینیم. رقص لالا خسرو از لالا ای رو ببینیم که دیگه سعی کنیم دیگه، ما خواندن کنو خود رقص سعی کنیم. برو بخیر، دوستا بخیر، سلامت باشین، خدا رو نگهدارتون. برو بخیر، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوست عزیز خودت کدوم گفتی؟ خدا نگهدار دوست عزیز.